تو این بخش میخوایم در مورد مدیریت ترددها و دریافت ترددها از فایل صحبت کنیم. تو قسمت امور اجرایی و دریافت تردد از فایل، شما اگر دستگاهی داری که با فلش اطلاعاتش تخلیه میشه یا آنلاین تخلیه کردی به هر دلیلی فایل تکستشو، میتونید اینجا نوع دستگاهتون رو انتخاب کنید. حالا خانواده ای که دارید نکنید، تو قسمت تعاریف تو قسمت دستگاه حتما باید حداقل یه دستگاه تعریف داشته باشید. نحوه تعریفش هم خیلی ساده است. میگم آقا من یه دستگاه مثلا یو فیس دارم از خانواده زد کی، مثلا تو ساختمون شماره 1 و مثلا اینم آی پیشه. ما معمولا ارتباطمون از طریق خود برنامه وب نیست، حالا به جز ACA خانواده AC که مستقیم ارتباط میگیریم، بقیه دستگاه نرم افزار ارتباطی دارن که دیتاشون میره تو دیتابیس و از اونجا ارتباط میگیرن با نرم افزار وب. پس این IP من فعلا همینجوری زدم. خب الان تو قسمت امور اجرایی برم در رفته تر دو فایل، میتونم دستگاه ساختمون هم انتخاب کنم، بعد دستگاه هم انتخاب کنم و فایلی که با فلش هست و تخلیه کردم و اینجا انتخاب کنم. به واسه این فایل انتخاب بشه، کل لیست افراد و تردد و به همراه تاریخ و ساعت و نوع تردد و کد پرسنج اینجا نمایش داده میشه. به واسه اینکه اینو انتقال بزنید، اطلاعات انتقال داده میشه توی نرم افزارتون. بعد از این از طریق امور اجرایی مدیریت ترددها نگاه کنید. این کار وارد کردن اطلاعات از طریق فایل فقط دست اپراتور سازمانه. البته این دسترسیشون میتونی تو قسمت تنظیمات بیای به مدیر دیگه ای هم بدی، یعنی بیای تو قالب های دسترسی بگی آقا مدیرای با تایید منم امکان دریافت تردد فایل رو داشته باشن و بتونن تردد رو ایمپورت کنن توی نرم افزار، ولی معمولا دستگاه همه آنلاین هستن و نیازی به دستی وارد کردن فایل ها یا تخلیه فایل از طریق فلش و وارد کردن توی سیستم نیست. خب تردد رو هم از این قسمت راحت میتونن پیگیری کنن، یه جستجو بزنن تردد افراد توی سیستم قابل نمایشه. اینجا اپراتور سازمان واسه تک تک افراد رو میتونه تردداشون رو هم به صورت لیست وار هم به صورت گرافیکی ببینه. معمولا محاسبات تو این سیستم به صورت آنلاینه، یعنی پردازشتون همیشه پردازش اتوماتیک و آنلاینه. این به صورت پیش فرض تو نرم افزاره، یعنی نیاز نیست تو قسمت امور اجرایی بیای تو قسمت محاسبات و اینجا بازه زمانی بدی و اطلاعات افراد رو بیای دستی پردازش کنی. به این کار نیازی نداری، چرا که این کار خود سیستم اتوماتیک هر ثانیه که تردد زده میشه تردد ارسال میشه به سیستم، اینجا پردازش انجام میشه و اطلاعات میشینه توی سیستمت.